به نام خداوند یکتا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار یک و یک شما سروران گرامی باد. برای هر کدام شما درباره خالق یکتا آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت در زندگی میکنیم. ما هم تو برای وطنداران دردمند خود در داخل کشور دعا میکنیم که هر چیز رو تشره این همه معاملگر و خائن جاسوس و وابسته و هجیر و ترورست نجات پیدا کنند و صلح واقعی به کشور ما بازگردد، صلحی که باعث برقراری اعتماد ملی شود، باعث زندگی باهمی بین هموطنان ما شود، صلحی که یک قدرت ها و کینه ها و برتری طلبی ها و اکثریت و اقلیت و ما و توی این از بین ببرند و دوباره همگی زیر چتر یک قانون در کشور زندگی کنند. به همین آرزومندی به نایگرامی خوشحال هستیم که باز هم ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه 18 اکتبر است و ما با برنامه سخن روز مهمان ناخوانده خانه های شما سروران گرامی هستیم. در برنامه امروز مطالب جالب بر شما انتخاب کردیم. در نیم ساعت اول، نیم ساعت دوم مختار جان عمر سر و یکی از هتل هایی که هموطنان تازه وارد موجه تشریف آوردن زدن، اونو صحبت هایی کردن، از مشکلاتشون گفتن، اونو مشکلات خود گفتن و حرف های از خبیل و تلویزیون امید 24 چه کارهایی کرد و چه کارهایی رو میخواییم انجام بدیم. برنامه جالب هست که امیدوار استم برای شما هم جالب باشه. این که ما میگیم جالب خزید ماست، ولی ما امیدوار استیم که برای شما جالب و آموزنده باشه. و تلفن استودیوی شما در صفحه تلویزیون میبینین، هر لحظه خواسته باشین میتونین زنگ بزنین. و ما امروز مولود شریف مبارک باد، همان گونه که از اسم آن پیداست، بهار ماه ماهاست، بهار دل هاست، بهار عشق است، بهار مصطفی است. ربیع الاول ماه تاریخ زرین عمر انسانیت است. ربیع الاول یاد آور کارنامه درخشان انسانیت و مایه فخر الله جل جلاله. پیشگاه فرشتگان است. ماه ربیع الاول ماه ظهور حق علی باطل و برچیده شدن بنیاد ظلم و ستم است. ربیع یادآور بهار عدل و انصاف و خزان ظلم و طغیان است، به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در آن هویدا است و آنچه این ماه را نسبت به سایر ماها فضیلت می بخشد، ولادت سردار کائنات در این ماه است، ولادت حضرت محمد مصطفی پیامبر بزرگوار اسلام بر همگان مبارک بود. ولی خوب است که وقت ما روزهایی را که تجلیل میکنیم در رابطه با اون روزها تحقیق کنیم، ریسرچ کنیم. وقتی از سرور کائنات یاد میکنیم خوب است که من حیث مسلمان زندگی نامی آن بزرگوار مطالعه کنیم، کار کردها و فعالیت ها و حمل کردهایشانه، برخوردشانه با دوست، با دشمن، با از خود، با بیگانه. و اگر واقعا ما از پیروان و از امت های آن بزرگوار هستیم باید در زندگی خود تطبیق کنیم، نه ای که در بعض روزا فقط یاد کنیم و نشان بدیم که ما هم مسلمانیم. خب بیده گرامی، مطالب برنامه زیاد روز است، کتا کتا برای شما میگیم. ما دیروز در فیسبوک از برخورد یک هموطن در برابر هموطن دیگه خود یاد کردیم و سر صدای زیادی هم بلند شد. بعد فکر کردن، من نمیفهم چرا یک تعداد مریض هستن. دو مسئله امروز بسیار موت شده. یکی که اگر شما یک مطلب را نشر میکنین
میگن که به خاطر کامنت و لایک، در حالی که مطالبی که ما در صفحه خود میذاریم نه لایک کار داریم نه کامنت کار داریم، برای اینکه میفهمیم که اون تک تک هموطنان ما که در صفحه ما هست میخوانن مطالبه و اینکه نیاز نیست که اونا حتما لایک کنن و کامنت بگذارن. و دومی که وقتی یک حادثه را من عیس مسئولیت ما بیان میکنیم تعبیرهای میشه. شما در فیسبوک برید، ما مطلب نشته کردیم در رابطه با تحقیر و توهین یک هموطن ما توسط یک هموطن داوطلب ما یا رضاکار ما، یک برخورد صورت میگیره و بر از او هموطن تازه وارد ما مثال از جلاد قرنویر عبدالرحمن میده که اما آدم خوب بود که ازاره کشی میکرد و کارا، ولی به هر حال کشتن و بستن افتخار نیست که ما امیر عبدالرحمن به این نام یاد کنیم و او را مثال بتیم. کشتن کار انسانهای ذلیل و انسانهای بسیار ناتوان و دور از منطق است که کسایی که مخالفش هست یا کسایی که از او بیعت نمی کنن پیروی نمی کنن او را میکشن. اینجا منطق دیگه تمام شده، عقل و فراست وجود نداره. پس عبدالرحمن نه منطق داشته نه عقل داشته نه فراست داشته و ضروری نیست که ما یه مثال بریم، یک قاتل یک جلاد یک خائن مثال بریم که کاش که میبود. این که سر هموطنان ما بد میخوره بد میخوره، همه واقعیت های تاریخ دیگه چیز هست. واقعیت تاریخ به این معنی نیست که اگر شما برجسته میسازین جنایت عبدالرحمن این بکن قوم برخورد میکنه یا یک قوم را شما محکوم میکنه، نه خیر، یک فرد ما محکوم میکنیم به نام عبدالرحمن. از کلای هم هموطنان ما منار جور نکرد به خاطر از اینکه بیگانه ها را در کشور ما خواستایشون را تامین کنه، چقدر کش چقدر ویران کرد. ولی به هر حال یک تعداد میپذیرش کار از اون است، من نمیپذیرم. ولی مثال دادن از او بر یک هموطنی که تازه از ظلم و شکنجه و وحشت تروریستای وحشی فرار کرده، با چی مصیبت فرار کرده و در کانادا آمده و پس بر از اینکه مثال بدیم به معنی عین معنی نمیده، یعنی عین ترور میده، عین کشتن میده، یک نفر از لحاظ روانی تحت تاثیر قرار دادن است. ما این مسئله را نوشتیم، بعضی از هموطنان ما با کلش نشان دادن، بعضی از آدم های کم سواد متعصب غرق در مسائل قومگرایی اونا چیزهایی نوشتند و پس دوباره وقت متوجه شدن که واقعا طفلانه و بی‌محتوا نشتن نشته خود برداشتن و ما را متهم به قومگرایی و تعصب و ضد پشتون کردن. من نمیفهم که چرا یک تعداد اینقدر احمق میشن که نشتی که هیچ ربط به قوم و قومگرایی نداره و بیان یک درد است او را به قومگرایی تبدیل میتن و میگن که نسیر خالص زده پشتون است و سالها نشته کرده بود یک نادان کودنه که سالها تو ما را توهین کردی. حالا من نمیفهم که انتقاد معنی توهین نهد بلی ما توهین کردیم، اما انتقاد به معنی اصلاح جامعه هست. انتقاد معمولا از یک فرد شروع میشه و نه از یک قوم. ما هیچ وقت بالای قوم صحبت نکنیم، چون با قوم اگر صحبت کنم من هم بازم قوم هستم، پس من حوال خود توهین کردیم. ولی وقتی ما انتقاد میکنیم چند جاهل معاملگر عاجل در 30 سال پسین از اتحادیه افغان ها که شروع شده امیر برچسب زدن ها بینداگرامی تا فعلا نکال تا انجمن ها و کمپاینر های غنی و اینا هم که آمدن اینجا دفتر اینا ساختن، این همی فقط فکر و ذهن و شانه نویست که نصیر خالد زده پشتون. آل خدا شما رو انصاف بده، شما چرا اینقدر ناتوان، چرا اینقدر ضعیف، چرا اینقدر پسیف باشین که یک نفر خدا نخواسته شما رو تعیین میکنه و شما او رو احترام میکنین؟ و اینجا مملکت قانونه، در اینجا اگر که یک نفر شما توهین کنید قانونت به قانون مراجعه میکنید، شما چرا به قانون مراجعه نمیکنید؟ پس معلوم میشه که هیچ شما حرفتون بنیاد نداره، یک منطق ندارین در کارتون، فقط اینمی نشستین اونمو سلای زنگ زده انگلیس استفاده میکنین. هر کسی که انتقاد کرد شما رو نمیشه که ضد وحدت ملی است، ستمیز تجزیه طلب است، ضد پشتون است. برادر یک کمک خود خودتون قدر بتین، به نام پشتون خود قدر بتین، از این مسائل دیگه بیشتر کناره گیری کنین، همه گیری از خود نرانین. در وطن عین کار شد، در وطن اینمی تفوق طلبی بود، اینمی امتیاز طلبی بود که وطن امروز به چی حالت زار است که امروز بالاخره جنگ بین درونی و بین خلجایی و سرنوشت یک مملکت و 30 میلیون انسانش باش بازی میکنن. ما من عیس خبرنگار حق داریم که جریانات تعقیب کنیم.
و ما کمتر با مسائل تورنتو میپیچیم، برای اینکه تورنتو ضروری نیست که ما مشکلاتی که در تورنتو داریم بشه. ولی وقتی که واسه مسئله ملی میشه، وقتی که مسئله رب میگیره به جریانات وطن ما، و وقتی که کسی را توهین میکنه به جرم قومیتش، به جرم زبان و منطقیش، ما انتقاد میکنیم. انتقاد ما به این معنی است که طرف متوجه بشه این کارت اشتباه است. ما بارها گفتیم، تکرار میکنم، من هیچ قوم در افغانستان نمیشناسم، هیچ قوم رو احترام نمیکنم. قبول داری خوب ندارین دلتون بیندگروی. من یک قوم در وطن خود میشناسم که اونم کلمی که افغان که یک تعداد قبول ندارم، من افغانستانی سم یک تمه افغان، من کار ندارم. ما در طفولیت طالب به نام افغان اومدیم که قبول ندارن وطنان ما، مشکل دوناست. اما بالاتر بیشتر از یک قوم دیارارم به احترام دارم، اما نه به نام قوم. ما این مسئله را همیشه گفتیم. ما به برادرهایی که ایرمیج در خط پشتونیزم کار میکنه همیشه گفتیم که برادر، من به نام پشتون شما را احترام ندارم، ولی به نام هموطن، به نام افغان احترام دارم. اینمی فرقه سازی ها بود در کشور ما که ما را جدا جدا ساخت. یکی را تاجیک ساخت، یکی را پشتون، یکی را هزاره، یکی را چی، که اساس از یام است بی بی سی شروع شده از 1994. اما حال دیگه روز به روز ما و شما در یک محیط زندگی میکنیم، دموکراسی رو تجربه میکنیم، ما دموکراسی واقعی رو در کانادا میبینیم، و در کانادا در مسائل سیاسیش، در مسائل انتخاباتیش، در همه چیز ما مداخله میکنیم. اگه اندک اشتباهی میبینیم اون رو برجسته میسازیم که کانادایی کار کرد. ولی وقتی که وطن خود ما میشن، باز ما مسائل قومی هن، مسائل زبانی هن، مسائل وطنی، از کل چیز هست. ما نمیفهم که ما چرا انسان های دو شخصیت هستیم. در اینجا یک قسم زندگی میکنیم برای وطن خود، اما بدها رو میخواییم. بین وقتی که خوبی های این مملکت رو تجربه میکنین، از خوبی های از این مملکت استفاده میکنین، پس امی خوبی ها رو برای وطن خود هم بخواین. اگر در این کانادا شما اجازه دارین که یکی رو به نام بگوین که تو از البرتا هستی، من قبولت ندارم، من از تورنتو هستم، تو از اینجا هستی؟ نه، همگی به نام کانادایی است. اما من تو تا هنوزه که نصف از جهان گشتیم، از افغانستان تا اینجا آمدیم و در کانادا هم زندگی میکنیم، تا هنوز ما و تو از دایره قومیت بیرون نشدیم. تو پشتون هستی و تاجیک هستی و ازبک هستی و هزاره هستی. تا چی زمانه باید ما بین مسائل قومی و بین چیزا بنازیم؟ جهان به کجا رسیده و ما به کجا روان هستیم؟ وی گفتم این مشکل بین انمی روشن فکرا و نویسنده ها و چیز فهم هاست که مردم به جان همدیگر می اندازن. یادتون باشه بینا گرامی، ما نسل امروز نیستیم یا یک درخت تازه نیستیم که رشد کرده باشیم، که ما از ارباد بلرزیم. 42 سال مبارزه کردیم. ما با مبارزه خود من افتخارم میکنم و باورم دارم، و در 42 سال این مسیر ما فرد خدا تغییر نکرد. با هانوم و عقیده و با هانوم را و با هانوم روش که بودیم هستم و زندگی میکنم. راه و روش من نه به کدام عزب تعلق داره، نه به کدام قوم تعلق داره، نه به کدام مذهب، نه به کدام زبانه. راه ما انمیست که اونمو وطن ازم است. اونمو وطن باشنده هایش خواهر و برادر و وطندار است. اونم وطن ما میخوایم آزاد باشه، آباد باشه و آری از بیگانه باشه، آری از جاسوس باشه، آری از وابسته باشه، آری از نوکر باشه، آری از بیگانه پرست باشه. اینی عشق ماست. در این مسیر هیچ صدی هم نمیتونه ما را استاد کنه، طالع نتونستن. برحال ما امی مسئله چون باز دی وقتا داغ شده، لعنت خدا به هنی ورد به تیمش که بازی مسائل زبانی و قومی و تعصب و پشتون و تاجک اجاد کردن، که ما بارها گفتیم بینده گرامی، تا که از یلقا خدا نکشین به خدا به ایجای نمیرسین. اونی وطن به قرآن به نام قوم تباش و امیال به نام قوم امیال مصیبت میبینه. شما در جریان خبرها میشه که حال امرود درانی ها میگه که برادر ما رای جان ها داد عقانی ها گرفتن و ما باید برای خود کار درست کنیم. بس چیز دستاورد ما چی بود از این جنگ های فرقه ای از این مسائلی که مکی هستم تو کی هستی؟ و بگذارین از این گپ های دیگه تکرار نکنین و برای ما برچسب نزدین، برای اینکه این تأثیر نداره. من بارها گفتیم نه تعریف شما مرا مغرور میسازه، نه انتقاد شما مرا متأثر میسازه، نه فشارهای شما مرا مانعی از کار میشه. این تأثیر نداره، چون
الله پاک نگهدار است. این قدوایی که پیزن و یتیم و بیوزن پیشتم است که الله پاک نگهدار است، اصلا این چیز ما اراس ندارم، چون راهی که رفتیم راه ما میفهم که اشتباه نیست، وابسته نیستم، قوم پرست نیستم، متعصب نیستم و خوشبخترین در بین میدیای افغانستان خوشبخترین همی هستم که هیچ متعصب در هیچ قوم مرا قبول نداره. پس این بزرگترین افتخار است که ما با تلویزیون امید 24 داریم که هیچ متعصب قومی ما را تایید نمیکنه بجز از ملت آزاد اندیش ما. هموطنی رفتن تحقیر کردن، توهین کردن و ما نوشتیم که برادر امی کار شرست نیست، شما باید مسئلت خواهی کنین. یکی دیگه ای که ما در کلپ هم داریم، هموطنان ما که بر تورنتو آمدین، به کانادا آمدین، یک چیز خدمت شما عرض میکنم که شما را دولت کانادا آورده، من نا آوردیم، این و آن نا آورده. وقتی که دولت کانادا شما را آورده، با احترام شما را آورده و شما از اون لحظه ورود به کانادا از تمام امتیازات برخوردار هستین، به جز از رای دادن در انتخابات پارلمانی و بعضی که پیدی، ولی دیگه از تمام امتیازات برخوردار هستین. شما نباید احساس ترس کنین، شما نباید از کسی بترسین، شما نباید براتون گفته شود که نامتان انو در پنسل است، شما را صدایتان نکشین، اعتراض نکنین، نه خیر، نام شما در پنسل نیست، نام شما هم به خودکار نشته شده که پاک نمیشه. هر کسی که شما رو توهین میکنه، هر کسی که شما رو تحقیر میکنه، هراس نکنین، نترسین. شما رو که اگه ترساندنم نترسین، شما مراجع قانونی دارین، شما با اینمی تبعیض در افغانستان ما نگفتیم، در اینجا نمیگیم. تا جایی که ما خبر داریم و خانواده که چی شدن، توهین شدن، تحقیر شدن، حالا پنهان کاری میکنن برای از این گفته شده برشان که تو تازه به کانادا آمدی، از حرف نزنی که خدای نخواسته اخراج نشی و چی نشی و چی نشی. یه سی چیز نترسین، اینجا نه افغانستان است، نه پاکستان است، نه این دست که سر شما کسی دوسیه سازی کنه، شما را کسی توهین کنه، شما را پس دیپورت کنه، هیچ کسی صلاحیت نداره مگر قانون. در کانادا شما قانون رو برایتان تطبیق کنین، از قانون شما فراتر نرین، دیگه هیچ نیروی حق نداره که شما تو پرسان کنه که شما از کدام کشور هستین، چی رسه به اینکه کسی به شما را توهین کنه. توهین، تحقیر، تهدید کار شایسته نیست، بخصوص به هموطنان تازه وارد و دردمند واقعی ما، نه کارمندان شورای امنیت خائن ملی عبدالله محب و تیم فاسد فضلی و کودکستان ویدمر که اینا تا آخرین لحظه در اونم کشور به نفع غنی و به نفع طالب کار کردن، وطن تباه ساختن، وطن تسلیم کردن و سوار طیاره شدن آمدن، چه اروپا آمدن، چه کانادا، چه امریکا. اینا جز به خائنین ملیستن، کسایی که در علمی دفاتر بودن و تا آخرین لحظه اینا با سرنوشت مردم ما بازی کردن. اما کسای دیگه که جدا از این ارگان ها هست، تاج سر ما هستین، خاک پای شما هستیم، هر سوالی که بود، هر مشکلی که بود، نه تنها سر تلویزیون امید بیسار که هر هم وطن ما در تورنتو حاضر است که به خدمت شما باشن و خدمت شما را کنن. جالب است که هموطن داغدار ما را توهین میکنه، اما در گوشی دیگه امید تورنتو بینیم، بینده گرامی در گوشی دیگه تورنتو یک فرده که نه هم وطن ماست، نه هم مذهب ماست، نه هم دین ماست، به داستان غم‌انگیز سلسله ناصری و تیم امراش گوش میکنه، سخت متاثر میشه و احساس میکنه که این دختر جوان روحن نارام است، روحن بیمار شده، چون هر شب کابوس میبینه، هر شب وحشت و جنایت و تیرو پیش چشمش است. ای خان پرزی ها ایوزه که اینا را تعدید کنه که داستان سرای نکنین و بس هستون مره متاسس رفتین، اینا به یکی از جایی بسیار خوب و لکس و آرام شمال تورنتو روان میکنن، صرف به خاطر از این که اینا روحن دوباره تداوی شون، فراموش کنن او شبها و روزهای تلخه که در میدان هوایی بودن و او دشنام ها و توهین ها و تحقیر ها و تعدید های سیاه رویان طالب دیده بودن. بینین تفاوت انسان در جاده انسانیت، یکی توهین میکنه، یکی تداوی میکنه. اویی که توهین میکنه از خودم است، ولی اویی که تداوی میکنه، لطف میکنه، محبت میکنه، شفقت میکنه، یک بیگانه است. چرا ما
روش بیگانه رو در برابر همدیگی خود تعقیب نمیکنیم. ما چرا همدیگی خود نمیپذیریم و داغوش نمیگیریم در عوض از این که فخر بفروشیم که ما کی هستیم، ما هست کجا هستیم. برنامه سخن روز بیندای گرامی در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا داره. آقای خواجه بشیر احمد انصاری نوشته کرده، البته بیندای گرامی در نیم ساعت دوم برنامه گزارش مختار عمر را فراموش نکنیم. خواجه بشیر احمد انصاری نوشته کردن پیرامون امیرالمومنین غاهب، در این روزا پیرامون ملاحی که گفته می شود امیرالمومنین امارت طالبان بوده است مطالبی را خواندم و لازم دیدم تا اینجا چند نکته را ذکر کنم. اول، غیابت رهبر یک نظام نه تنها با عقل و شرع در تضاد بوده که با بدیهات زندگی اجتماعی هم جور نمی آید. دوم، امامت و خلافت در فقه اسلامی زیر عنوان عقدها یعنی قراردادها مطالعه می شود و تمامی قراردادها در اسلام میان افراد معلوم و ظاهر و پیرامون امور معلوم عقد میگردد. در این شریعت هم خرید و فروش متاع مجهول جائز نیست و هم اطراف مجهول در عقد. سوم، یکی از شرایط عقد ازدواج هم معرفت هر دو طرف عقد از همدیگر میباشد، تا جایی که پیامبر بزرگوار اسلام به آن امر فرمودند و در عرف ما شاهدان می روند و شهادت می دن که به این نام و نسب دختر دیگری وجود ندارد. چهارم، پیامبر اسلام خود نمونه رهبر شناخته شده در جامعه بود که تاریخ نویسان تمامی تفاصیل شکل و شمایل ایشان را گزارش دادند، تا جایی که حتی شمار تقریبی موهای سپید سر و روح ایشان نیز ثبت کتاب های سیرت گردیدند. بیعت با پیغمبر و خلافای او نیز با دست دادن و لمس فیزیکی انعقاد می‌یافت. پنجم، یکی از مسئولیت‌های امیرالمومنین امامت نمازهای جمعه می‌باشد که نویسندگان فقه سیاسی ده سفر را در این باب نگاشتند. آیا ممکن است که امام غایب از نظر باشد؟ ششم، ابن تیمیه می‌گوید پیامبر فرمان اطاعت از امامان حاضر و معلوم و شناخته شده را صادر کرد که دارای اختیاراتی هستند که می توانند بر مردم حکومت کنند، نه با اطاعت از موجودات نامعلوم، ناشناخته و یا کسانی که هیچ قدرت و اختیاری ندارند. هفتم، این ملاحی که گفته می شود امیرالمومنین طالبان است، حتی نامش را کسی نمی داند، ابتلاس یا هیبتلا، تا جایی که وزیر کابینه می گید که نه صدایش را شنیده و نه هم او را دیده ولی فرمانهایش به او می رسد. هشتم، برخی ها طالبان را در لست اسلام سیاسی مطالعه می کنند، صرف نظر از این که این اصطلاح چقدر دقیق و علمی است. طالبان نماینده اسلام سیاسی نه، بلکه نمایندگان اسلام استخباراتی بودند. نوم، با در نظر داشت نکات فوق، خلافت و امامت شخصی مجهول و نامعلوم و غایب بدعت دیگری از بدعت‌های این اسلام استخباراتی به شمار می رود. یعنی خلاصه کلام امی ابتلای وجود داشته ولی وجود نداره، ولی آیسای پاکستان و آمیان ریبشان امی آدم در عالم مرده و در عالم غیابت بالای ما و شما تعمیر کردن. صدها خانواده بیجا شده از شمال کشور در پارک شهر نو انتظار امکاری برای بازگشت به خانه خود میکشن، اما آنها میگن که بدون همکاری نهادهای مددرسان برگشت به خانه برایشان ممکن نیست. به گفته مسئولان در پارک شهر نو و پارک سرای شمالی بیش از 1000 خانواده بیجا شده از شمال کشور به سر میبرند. با این حال شمار دیگری از این افراد به دلیل فقر و ناداری دوباره به پارک شهر نو برگشتند. بیجا شدگان در پارک شهر نو میگن در حالت بد قرار دارند. آنها مکان درست برای خوابیدن و آب برای نوشیدن ندارند. این بیجا شدگان مکان درست برای رفع حاجت ندارند و اگر کودکانشان مریض شوند نمی توانند آنها را تداوی کنند. بیجا شدگان در پارک شهر نو از افراد مسئول می خواهند که زمینه مناسب برگشتشان را به خانه هایشان فراهم کند. این بخش بیندای گرامی توجه شما را به گزارش استودیو 24 از افغانستان در یک نگاه جلب میکنم.
و دوباره برمیگردیم با مطالب جالبی که برای شما تهیه کردیم. شیرعباس استانکزی خلقی شناخته شده و یکی از اولین چهره های سرشناس طالبان برای جامعه جهانی می باشد. هنوز به تیم طالبان در کابل یک جا نشده و گفته می شود که او سرعتا مخالفت خود را با ظاهر فعلی ساختار دولت موقت و دخالت های سازمان استخبارات پاکستان اعلام کرده است. منابع به CNN گفتند که شیرعباس استانکزی که روز گذشته قطر را به مقصد دبی ترک کرده است، سرعتا به مقام های طالبان اعلام کرده است که این گروه همکنون نیاز به مدیریت دیپلماتیک طبقات جامعه جهانی دارند. منابع می افزایند که تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه با دخالت های مستقیم پاکستان و توسط شبکه حقانی در ساختار فعلی دولت موقت به آشیه رانده شدند. به همین خاطر است که همکنون اعضای شبکه حقانی پست‌های کلیدی را در ساختار دولت موقت طالبان به دست دارند و از تشکیل دولت همه شمول نیز خودداری میکنند. یک مربع معتبر مردمی جوزجان که نخواستند نامی از وی برده شود امروز گفته است که پس از تسلط طالبان تحرکات گروه داعش در ولسوالی های درزاب، خماب و آقچه شروع شده است و این گروه در حال لانه‌گذاری در این ولسوالی ها هستند. با گفته این منبع در یک هفته اخیر داعش دو بار پرچم خود را در مرکز ولسوالی آقچه برافراشته بود و طالبان پس از دو روز این پرچم ها را پایین کردند و با مردم هشدار دادند که اگر فعالیت مشکوک دیدن با آنها خبر بدهند. در غیر آن آنها نیز مجازات خواهند شد. منابع تصدیق کردند که طالبان در صدد پنهان کردن فعالیت گروه داعش در جوزجان در حالی که مردم همه روز از فعالیت این گروه در ولسوالی های این ولایت خبر میدهند. این در حالی است که پیش از این روسیه از آغاز فعالیت داعش در شمال افغانستان خبر داده بود. در کنار این از زمان تسلط طالبان تا کنون چهار بار درگیری میان طالبان و داعش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز به وقوع پیوسته است. عملات انتحاری داعش همچنان بر نمازگزاران شیعه در مسجد سید آباد شهر کندز و فاطمیه شهر قندهار در دو جمعه اخیر حضور این نیروی وحشی را در افغانستان تایید میکند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با آناتولی گفته است که داعش در خاک افغانستان بر منطقه تسلط ندارد و تنها عناصر این گروه حملاتی را در مساجد و سرک ها راه اندازی می کنند. متقی گفته است که داعش در افغانستان تهدید جدی تلقی نمی شود و تبلیغات به نفع داعش جریان دارد و کوشش می شود که طالبان ضعیف نشان داده شوند. سرپرست وزارت خارجه طالبان خاطر نشان کرده است که رویدادهای قندوز و قندهار در جایی انجام شده است که امنیت آن دشوار بوده و از این پس توجه ویژه به تامین امنیت مساجد خواهد شد. او تصریح کرده است که امنیت مراکز دینی و مذهبی با کمک مردم تامین خواهد شد. امروز شماری از فعالان مدنی بامیان در یک نشست خبری از جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری خواهان کمک های فوری بشر دوستانه برای باشندگان مناطق مرکزی کشور شدند. آنان در این نشست ابراز نگرانی کردند که اگر کمک های فوری بشر دوستانه به مناطق مرکزی ارسال نشود احتمال فاجعه بزرگ بشری به دلیل فقر و گرسنگی وجود دارد. عذرا محمدی از فعالان مدنی بامیان در این باره میگوید مردم مناطق مرکزی نیاز فوری به مواد غذایی، صحی و سوخت دارند. جامعه جهانی باید به داد مردم مناطق مرکزی که سال هاست از سوی حکومت های افغانستان به طرز سیستماتیک تحت ستم بوده برسند. سفیر چین در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که کشورش در آینده نزدیک صادرات خود به افغانستان را از سر میگیرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش نوشته است که این دیدار عصر روز گذشته یک شنبه 17 اکتبر میان مولوی امیرخان متقی و وانگ یو سفیر چین در کابل انجام شد. در این دیدار همچنان گفته شده است که چین واردات جلغوزه از افغانستان را نیز آغاز میکند. چین از جمله کشورهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان تلاش دارد با طالبان رابطه تجاری و نزدیک برقرار کند. رئیس استاد ارتش ایران گفته است که انگام ورود به مسکو در رابطه با تسلیحات و تجهیزات باقی مانده ناتو در افغانستان با مقام های روسی گفتگو خواهد کرد. جنرال محمد باقری امروز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی به مسکو پایتخت روسیه رفته است.
باقی انگام ورود به مسکو گفت که در دیدارش با مقام های روسی درباره تسلیحات و وضعیت افغانستان گفتگو خواهد کرد. این سفر هیات ایرانی به مسکو 4 روزه را در بر خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این روسیه نیز در مورد تجهیزات بر جا مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و احتمال استفاده ناروای آن ابراز نگرانی کرده بود. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید که صحنه‌های خروج فاجعه بار کشورش از افغانستان چند روز حالش را خراب کرده بود. گیتس که در یک برنامه تلویزیونی شبکه سی بی اس آمریکا گفته بود که دو رئیس جمهور فعلی و پیشین کشورش مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان و پیامدهای آن میباشند. او گفته است که میان امضای توافق با طالبان و ضرب الاجل خروج زمان کافی برای برنامه‌ریزی بود و نباید کار به اینجا میکشید. گیتس که در اردو دولت جمهوری خواه و محافظه‌کار آمریکا به عنوان وزیر دفاع این کشور کار کرده است گفته است که او پس از دیدن صحنه‌های خروج فاجعه بار نیروهای آمریکایی از افغانستان تا چند روز حالی خوبی نداشته است. این در حال است که خروج آمریکا از افغانستان شکست تاریخی برای این کشور در سطح جهان عنوان شده است. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا دارید. البته بیننده گرامی، ما در لابلاب دوباره حرفای داریم که دیروز اتفاقات افتاد و منتظر هستیم که نتیجه به دست ما بیاید. بعدا ما به شما را جزئیات بیشتر تقدیمتان میکنیم. با افزایش نگرانی ها از وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در کشور، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در جریان دو ماه گذشته حدود 200 رسانه در سراسر کشور از فعالیت باز مانده است. حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان میگوید که شمار از این رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی و شمار به دلیل وضع محدودیت ها از سوی طالبان مجبور به توقف نشراتشان شدند. در این حال این انجمن در خبرنامه از متوقف شدن فعالیت رادیو سرحد در ولایت غور نیز خبر داده است. سید معروف سعیدی مسئول این رادیو گفته است که به دلیل نبود بودجه کافی برق و از دست دادن همه کارمندانش مجبور شد که نشرات رادیو سرحد را متوقف کند. سعیدی می افزاید از چند به این سو یک به یک از دوستان و همکارانم در رادیو سرحد وظایفشان را ترک کردند و سرگرم کارهای دیگر شدند. با رفتن تیم کاری نبود بودجه و برق امکنون موج رادیو سرحد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نیز خاموش شد و از فعالیت باز ماند. این در حال است که اخیراً کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش گفته است که در دو ماه گذشته فعالیت 70% رسانه ها در افغانستان متوقف شده است و اطلاع رسانی در 20 سال گذشته در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان گفته است که پس از فروپاشی دولت پیشین، رسانه ها به دلیل بسته شدن سیستم های مالی و بانکی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شده و به همین دلیل بسیاری از خبرنگاران خانه‌نشین شدند. خب در آغاز بیننده گرامی گفتیم که هموطنان ما به تورنتو آمدن و چند هموطن ما هم با مشکلات روبرو شدن. وقت ما این مسئله را یادآور شدیم در فیسبوک و رفتیم به هتل شرطان و با بعض از هموطنان خود صحبت کنیم. این جزئیات تازه‌ای به دست ما آمد، اما از این که قضیه هنوزم زیر تحقیق است و بررسی است ما معلومات بیشتری نداریم و به این معنی نیست که خدای نخواسته بعض هموطنان بگه که ما پنهان کاری میکنیم. ما از هیچ چیز پنهان کاری نمیکنیم و هیچ حراس هم نداریم در دفاع از حقوق یقین وطنداران خود. اما یک جلسات احتمالا دیشب بود و امروز هم جریان داره و نتیجه شب وقت برای ما گفتن ما بر اطلاع شما سروران گرامی میرسیم. اما در هتل های تورنتو هموطنان ما تازه تشریف آوردن و وضعیت خوبی ندارن. در ابتدا هموطنان ما به یاری وطنداران ما شتافتند و هر کدام نسبت به دیگری خواستند پیش دستی کنند. اما امروز وضعیت خوبی نداره هموطنان ما در هتل ها. درست است که جایی برای خوابیدن دارن، اما آرامش روحی ندارن. در بعض هتل ها حتی تلفن های داخلی رو بالایشان قطع کردن، مشکلات دسترسی به لباسشویی ندارن و با
دکتر به صورت مکمل نداره. خب یک سلسله محدودیت های دولت وضع کرده، یک سلسله خواست های هموطنان ما هم در گفته مسئولین زیاده روی میکنن. برحال هموطنان ما که تازه تشریف آوردن، اینا ضرورت به کمک های اولیه دارن. من تعجب کردم که وقتی که من در هتل شیرتون رفتم، یک چند هموطن ما منظم بودن، بقیه حتی با چبلقی بودن که در افغانستان آمدن تا آنود یک بوته نداشتن. پس یک کمک هایی که جمع شد کجا رفته بیده گرامی؟ این همه سر و صدایی که انداخته شد که علا که این دفتر دویده، اون دفتر دویده، یک آقا گفتن که مرد برجسته سال شد، یک آقا مرد این شد. این وقت دیروز رفتم دیدم، یا ای که هر کس رفته برای خانواده های خود کمک کرده، یا ای که بر حالت که بوده من نمیفهم. ولی تنها ما در هتل شیراتون که رفتم، حالت هموطنان ما خوب نبود. هموطنان ما مشکل داشتن. ما رفتیم با مسئولین دفتر کاستی صحبت کردیم و از اونا خواستیم که در قدم اول دو مشکل عمده از اینا باید امروز حل شود. مسئله تلفن داخلی از اینا که اینا حق داشته باشن با دوستان و اقارب و خانواده خود تماس بگیرن، و مسئله لباسشویی از اینا حل شود و بقیه مسائل که بود احتمالاً که ما جزئیات بیشتر بعد سوردیم حتما شما رو در جریان قرار میدیم. مختار عمر خبرنگار و ژورنالیست وزیده کشور سر زده با یکی دو هتل ها صحبت های انجام دادن و صحبت با ما هم صورت گرفته. این صحبت ها را با هم بشنویم، هم وطنان ما حرفایی دارن، مشکلات خود را بگن، بعدش دوباره ما برمیگردیم. با شما با ما باشین. هستم. قبلا در افغانستان مدیر خبر یکی از رسانه های محلی بودم و فعالیت های روزنامه‌نگاری داشتم، ولی به دلیل فروپاشی نظام و تسلط طالبا بر افغانستان راهی مهاجرت شدیم و مجبور به ترک کشور خود شدیم و تقریبا در حدود دو ماه میشه که ما به کانادا پناهنده شدیم. در طول دو ماهی که اینجا هستیم شرایط گونه‌ای بوده که خیلی ها نتونستن از افغانستان آنچه که نیاز بود با خود داشته باشن، از جمله لوازم، لباس و همه چیزهایی که بودن، و در نهایت هم با یک تلفن یا با وسایل بسیار ابتدایی ترک کردن کشور را. بدون شک کسایی که از یک کشور به کشور دیگه میرن و خصوصا که کشور خودشون را ترک میکنن، نیازمندی های زیادی دارن که اینو از لباس گرفته تا همه مورد هایی که هستن. طبعا شما به اندره کشور دیگه از صفر آغاز میکنین، این نیازمندی ازی است که یک سری همکاری ها و دستگیری های صورت بگیره از روی برخی نهادها. برچند خود دولت کانادا در زمینه تا حد امکان برای مهاجرین همکاری داشته، ولی بیشتر از این که اگر بگیم که نهادهایی که از افغانستان اینجا هستن همکاری داشته باشن، در این مورد متاسفانه تا حالا آنچنانی که باید میشد نشد. شما در اینجا تا هنوز کیزتان چقدر پروسس شده؟ شما کیز ورکر دارین ندارین؟ و از اینکه چقدر وقت در هتل میمونین از این هم بگوین، آیا چیز وعده شده که از اینجا شما به زودترین فرصت بیرون میشین و خانه میگیرین؟ کیز ورکرتان برای شما چی میگه؟ این نمبرتان گرفتین؟ پیارتان گرفتین؟ ما در حدود دو ماه میشه و همزمان نهادهای مهاجرتی که متعلق به نهادهای خصوصی هستن ولی برای دولت کانادا کار میکنن، بنامه مختلف پرکلچر و کاستی و اینا روند کیس مهاجرین را کار میکنن و اینا تا اندازه از برخی خانواده ها را پیش بردن. ولی یک مشکلی که وجود داره در بحث کیس های مهاجرین ای است که از برخی خانواده ها از یک روز گوش تمامی کارهایش در مراحل شده و تمام شده، ولی از برخیش باقی مانده همونطور. ولی از اداره کاستی هست که در مورد در بحث کیس با مهاجرین همکاری میکنه و
در آخرین جلسه ای که ما با کارمندان اداره داشتیم و از شانمه بود که در حدود 4 الی 6 هفته آینده کارایشان به گونه یک کامل از کارای مهاجرین تکمیل خواهد شد و اینا از هتلی که در حال حاضر هستند به خانه هایشان خواهد رفتند. بسیار خوب. بحث زبان و مشکلات زبان یکی از بحث های پرچالش است که اکثر هموطنان عزیز ما با زبان بلدیت ندارن و با مشکل مواجه هستن. نبود ترجمان ها در اینجا چقدر احساس میشه؟ طبعا همچنان که شما اشاره کردین، ما در کشور زندگی کردیم که خب طبعا تمامی بحث های ما با یک کشور مثل کانادا فرق داشته، از قوانین گرفته تا زبان تا خیلی بحث های دیگه. اینجا بدون شک ترجمان حضورش ضروری است، برای اینکه ممکن یک درصدی بسیار کمی از شهروندان افغانستان که به کانادا پناهنده شدن آشنایی به زبان انگلیسی داشته باشند یا بتوانند در نهایت امر مشکلشان را حل بکنند. حضور ترجمان را من ضروری میدانم، برای اینکه برخی از دوستایی که انگلیسی را در یک سطح ابتدایی بلد هستند ممکن نتوانند پیامشان را به گونه درست به طرف برسانند یا پیام طرف را به گونه درست بگیرند. روی این موضوع برای یک سری از اون بحث هایی که در کیس ها وجود داره به نظر من نیازی اساسی است که ترجمان ها وجود داشته باشن و اینا بتوانن حداقل برای طی مراحل کردن درست کارهای مهاجرین اینا همکاری داشته باشن. بسیار تشکر. به عنوان آخرین سوال، خواست شما از ادارات زیربطه که در اینجا کار میکنن چی افغانی و چی کانادایی به صفت یک تازه وارد در این کشور چی است؟ طبعا ما در قبل باید سپاسگزاری بکنیم که فرصتی را مساعد کردن و برای گروه ها و اقشار که تا هم جانشان در خطر بود یا زیر تهدید گروه های حراس افغان و بیجه گروه توریستی طالبا اینا قرار داشتن و زمینه را مساعد کردن که حداقل امن باشن. و طبعا خواسته هایی که ما داریم در کل از اداره های دولتی و نهادهایی که در حوزه مهاجرین کار میکنن، چی دولتی هستن و چی خصوصی هستن، تقاضای ما این است که حداقل روند طی مراحل اسناد و اوراق مهاجرین را به گونه سریع پیش ببرن و سرعت ببخشن کارشان را، چون هر قدر اینا در هتل بمانن یا در یک جای آرام بمانن من فکر میکنم باز هم دشواری هایشان بیشتر میشه. بهتر هم نیست که بتونن حداقل کارهایشان زودتر طی مراحل بشه و اینا بتونن برن به کار و خانه و زندگی خودشون. بسیار تشکر. تشکر. عرض سلام و ادب حضور تمامی بیننده های تلویزیون محترم شما. اسم من سوابا حسینی دیزاد است. به تاریخ 23 آگست ما از افغانستان به کانادا آمدیم و مشکلاتی که در اینجا صدرهای ما بود، یک تعداد دوست آمدن خبر گرفتن و یک نهادی بود از افغان ها بودن که اینجا با ما همکاری میکردن در قسمت یکان لباس اینا بودن. فکر میکنم نظر با مشکلاتی که اینجا پیش آمد و بسته شده و فعلا کارهای ما جریان داره و کارهای ما بسیار ما پروسش خیلی یعنی کند است، زودتر پیش نمیره دیگه. بر ما فعلا خانه و چیزا گفتن پیدا میکنن، ما منتظر هستیم که ببینیم کارهای ما چی میشه. بسیار تشکر. روند انتقال شما از افغانستان تا کانادا چی گونه گذشت؟ روند انتقال خوب بود. ما در تیارای نظامی آمدیم تا جرمنی و میدان به همه دوستان معلوم بود که میدان هوایی حامد کرده یا میدان هوایی کابل چقسم بود و خیلی با مشکل ما تانستیم که داخل میدان شویم. دیگه تقریبا یک روز دو روز ما سرگردان در پشتای میدان بودیم، بالاخره داخل میدان شدیم و در تیارای نظامی تا جرمنی و بعد از جرمنی هم این طرف در تیارای ملکی کانادا انتقال یافتیم. دیگه خوب بود در کل، حداقل تانستیم از یک فضایی که جنگ بود و ناامنی بود و پریشانی بود و از اونجا تانستیم به یک نوع انتقال پیدا کنیم و خانواده همه ماندن و خودمان را تانستیم که به نوع انتقال بدیم، نجات بدیم. شما در افغانستان چی کار میکردیم؟ من در افغانستان در یک رادیو کار میکردم، خبرنگار بودم. بسیار خوب. ما
مسئولیت خبرنگارایی که امروز تحت سلطه طالبان در افغانستان هنوز هم فعالیت میکنن، گانوی حدید هم میشن، به نظر شما به صفت یک خبرنگار چی کار باید صورت بگیره تا خبرنگارا بتونن مسئول باشن؟ به نظر ما در قسمت خبرنگارا باید جامعه بین المللی سازمان ملل همراه طالبان باید یک هماهنگی داشته باشه که بتونن یک تعهدنامه ای از طالبان بگیرن که خبرنگارایی که در افغانستان کار میکنن جانشان در امن باشه. و خانم ها فکر میکنم دیگه کار کرده نمیتونن، چون در ولایتی که من کار میکردم ما را خود طالبان گفته بودن که شما دیگه از طرف ما منفک هستین، دیگه کار نکنین. من با ولایت تخار کار میکردم به یک رادیو و از مرا خانواده ما به رادیو کار میکردن که اونا فعال سرگردان پریشان دیگه با یک وضعیت بسیار خراب در جای پنهان بگردن که ببینیم چی کار میشه با ما. شما که یک مدت زمان میشه در یه هتل اینجا زندگی میکنین، کارتان هم قبلا نشانه کردین که به تی پیش میره، آیا از نهادهای افغانی بدون نهاده که برای شما و برای کسی که اینجا تازه وارد بودن لباس همکاری میکردن، کسی دیگه به عنوان یک هموطن، به عنوان کسی که شما اینجا تازه تشریف آوردین به خبرگیری شما آمدن؟ والا افغان ها بودن، خیلی کم بودن، اما دوستای ایرانی آمدن خیلی پرستان کردن ما را و جویای احوال ما شدن. مثلا یکان وقت با ما حالی هم تماس میگیرن اگر چیزی نیاز دارین یا مشکل دارین در قسمت پیدا کردن خانه یا یکان چیزای دیگه اول ما نمیگیرن. از دوستای افغان هم بودن و ولی خیلی کم بودن. یعنی دوستای افغان منظورتان از نهادها هست یا شخصی هست؟ نه شخصی، نهادها فقط یک نهادی که در اینجا در قسمت دونیشن همراه ما همکاری میکردن ما اونها را دیدیم. دیگه ما نهاد افغانی که تا بالا اینجا آمده باشن به پرسان ما هیچ کسی را تا هنوز ندیدیم. بسیار عالی. یک موضوع مهم دیگه که اکثر تازه واردین ما متاسفانه امروش دست پنجه نرم میکنن، بلدت نداشتن به زبان مروج کشور کانادا که یعنی انگلیسی است و فرانسوی است، شما چقدر با این مشکل روبرو هستید؟ من خیلی زیاد با این مشکل روبرو هستم، دیگه زیادی از دوستات اینجا با این مشکل مواجه هستن. من خودم مشاورم هستم، هرجی ما با زبان انگلیسی خوب بلدیت نداریم و اینجا برای ما وعده کردن که به شما کورس های زبان میگیرن. منتظر هستیم که به خیرورم گفتن تا وقتی که ما خانه پیدا کنیم. اینا تا وقتی که ما خانه پیدا میکنیم شاید مدت زمانی را در بر بگیره و وقت هم با مرور زمان ضایع شده میره. اگر که امکان میداشت با ما یا دولت ترجمان داره شما؟ نه خیر، ما ترجمان نداریم، فقط جای ضرورت شما باز هستن دوست بچه های افغان که آمدن همراه خود ما از ما کمک میگیریم. یعنی به عنوان کسی که ترجمان رسمی باشه و برای تازه واردین کمک بکنه کسی هست اینجا یا نه؟ نه خیر نیستن، ما یک کسی همراه ما همکاری میکنن در قسمت کیس ورکر ما که هستن، یک خانم هستن به نام مایا، انگلیسی صحبت میکنن و ما به زبان فارسی. اکثر مشکلات بین ما و دوتا هم هست. خارج از موضوع پروسی روند کیز شما، داخل هتل که هستین با چی مشکلات دست پنجه دارید؟ در داخل هتل که هستیم یک کمک جای برای خانواده خورد است، دیگه جای خیط است و همچنان در قسمت غذایی که بر ما میارن به طفلا با او غذا اما انگی کرده نمیتونن، طفلا نمیتونن اون غذا رو به درستی یعنی استفاده کنن. دیگه همچنان در قسمت شستن لباس ها و اینا ما خیلی مشکل داریم. جای ضرورت شما باز هستن دوست بچه های افغان که آمدن همراه خود ما از ما کمک میگیریم. یعنی به عنوان کسی که ترجمان رسمی باشه و همراه تازه واردین کمک بکنه کسی هست اینجا یا نه؟ نه خیر نیستن، ما یک کسی همراه ما همکاری میکنن در قسمت کیس ورکر ما که هستن، یک خانم هستن به نام مایا، انگلیسی صحبت میکنن و ما به زبان فارسی. اکثر مشکلات بین ما و دوتا هم هست. خارج از موضوع پروسی روند کیز شما، داخل هتل که هستین با چی مشکلات دست پنجه دارید؟ در داخل هتل که هستیم یک کمک
جای برای خانواده ها خورد است، دیگه جای خیت است و همچنان در قسمت امی غذایی که بر ما میارن به طفلا با او غذا اما انگی کردن نمیتونن، طفلا نمیتونن اون غذا رو به درستی یعنی استفاده کنن. دیگه همچنان در قسمت امی شستن لباس ها و اینا ما خیلی مشکل داریم. شما برمان یک تازه وارده که تازه به کشور کانادا و شهر تورنتو آمدین، پیامتان برای دیگه افغانایی که در اینجا سالها زندگی کردن و بر خود زندگی ساختن چی است؟ شما چی میخواین که در آینده مثلا که از هتل بیرون شوین خانه بگیرین، از افغانای دیگه شما چی تقاضا دارین؟ پیام ما برای دیگه افغانایی که در اینجا است، فقط ما منتظر هستیم چون ما تازه آمدیم به اینجا، درست به زبان، به فرهنگ، به کلتور و عنعنات اینا چون بلدیت کامل نداریم و همچنان شاید ما مشکلات های زیادی چون آدم در یک محیطی که نو میه خیلی با مشکلات مواجه میشه. من پیام برای دوستایی که وقت اینجا آمدن، پیام میه دارم که منعیز یک هموطن یا بیاین ما را خبر بگیرن، حداقل ما را پرسان کنن که شما آمدین با چی نیازی دارین یا چی ضرورت دارین، حداقل یک پرسان کنن. دل ما پر میشه که اینجا وطنهای ما هستن و ما خیلی خرسند میشیم ازشان. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. نام نجیب الله وردگ است. ما تقریبا تاریخ 3 سپتامبر کانادا داخل شدیم. از کابل آمدیم قطر، از قطر باز 4-5 روز قطر بودیم، از قطر باز آمدیم تاریخ 3 سپتامبر کانادا آمدیم. بسیار خوب. امروی خانواده هستیم؟ بله، ما امروی خانواده هستیم، 4 نفر هستیم. مستم خانم بسترم است و دختری. بسیار عالی. به افغانستان شما مصرف چی کار دارید؟ در افغانستان من معمولا امرای دولت کار نکردیم، امرای انجیو ها کار میکردیم. بسیار خوب. انجیو های مختلف و کار آخر ما کار میکردیم، امرای WHO سازمان سی جهان ما کار میکردیم. بسیار عالی. شما اینجا کامدین در هتل زندگی میکنین فعلا و چی امکانات در هتل بر شما فراهم است؟ اول که ما آمدیم، بسیار برشن اول ما که آمدیم در یکی از اتلاعی نزدیک میدان رو دارم فیرفیل نجا بودیم، ما قرنطی رسی سفری کردیم تقریبا 14 روز نجا بودیم، بازواد از اون ما اموجا ماندیم 4-5 روز دادم، 1-2 واکسین اموجا گرفتیم و کارهایی که اموجا عمل ما شده با ایمیتیک شدیم و مایات سی باز بعد از 18 روز ما تقریبا نجا که آمدیم 2 هفته میشه دمی هتل شیراز. بله. خب در هتل هستیم. در هتل یعنی اگر بگیم راست کدام مشکل خاص ما نداریم. یعنی ما دو اتاق هست، جای هست، اوقات هست، این چیز هست. یعنی کسی که پیش میبره این کارهای یک چیز دفتر به نام کاستیز که فصل دور است. امرای امی اتلانتیک کانادا به حساب امرای IRCC. باز اصلا یا اصلا کل کارها را باشان پیش میبره بر از ما میتن. و دیگه مشکل اساسی نیست که مثلا از خاطر کارا عمل تشویش است. در اون وقت ما فکر میکنیم که شاید زود پیش بره، اما زود هم زود ما ایتا نمیخواییم. خب باز هم مثلا یک کم گدودی رقم از بعض نفر ها شده کارش یا پیارش آمده یا سنش آمده، همین سن نمبر مقصد است یا کارت هلش از بعض این چیز نامده. خب کل اگه زیاد در قصه این همیست که کار شود و کل از هر کس اون کارش معلوم شود. به نظر من فکر میکنم که یک مقدار حجم کار همون بیشتر است، چون تعداد کثیری از افغانه ما آمدن و در پولی ازی که این تعداد افغان ها مثلا به سن نمبر یا پیارکار در اپلای میکنن، دیگه کسای دیگه هم هست از دیگه کشور آمدن در اینجا هر روز میاین و اپلای میکنن، شاید به مون لحاظ یک کم کارا بطی باشه. در کل یعنی شما از خدماتی که بر شما عرضه شده راضی هستین؟ دقیق دقیق شما دقیق گفتن که معتنا نیستیم اینجا مردم زیاد یعنی وقت از یاد یا خود از یاد میکرسله کنین اصله کنین ما هم بلکن میبینیم چون مردم تلاح دیگه و تلاح نیز و تلاح دیگه هست دیگه جواز بیدونه و آنها شاید دیگه هم ماجر باشه. بله. ما هیچ چیز نداریم. خب یک آدم یک آن وقت دیگه چیز میکنه که دیر شد ما یک عجلام نداریم دیگه ایتو خاص که ما بگیم که چیز کمیس نیست، کمیام نیست، هتل هست، کار میکنن، خود کسایی که اینجا امرای ما هستن از یه ما کدام تو گفه بعد یا چیز بد ندیدیم و امون تا واسه خود خدماتی که داره برای ما میکنن. بسیار خوب. پیامتان چیز برای دیگه افغانایی که شما را از طریق تلویزیون امید 24 میبینن؟ مثلا پیام آمده باری چی که مشخص ما بگویم؟
به عنوان یک تازه وارد افغان کامنین به کشور کانادا مهاجر شدیم به ایسا، پیام شما چی است؟ یک چیز میگم که این مهاجرت ما ایتا یک مهاجرت بود مثل خواب باره. ما ایتا خیال نمی دیدیم که ما دفتن از مملکت به این رقم ببراییم، چون هر کس یک کار داشتن و در تاریخ دنیا این رقم تخلیت هیچ جای نشده بود. بله. مثل که امریکا و کانادا و مالک اروپایی کردن. خب دفتن خب آلی که ایجا آمده ما مجبور ما بسازیم اینجا. هر کسی که هست باید با خود یک کار یک وظیفه پیدا کنیم که داینده باید هر کسی یک زندگی بسازه. خب ماجرا سخت از بس. از صفر آدم شروع میکنم. این پیام ما به این کسایی که ایجا آمدن مثلا کوشش بکنن، خصوصا جوانا از خاطر درس یاد بگیرن، کسای دیگه هم یک کار ایتا نشه که ایجا آمدن بار دوش حکومت شود. برای خود یک کار پیدا کن تا که البته خود درست است ایجا تا یک سال کمک میکنن. امی یک سال یک موقع است که دمی یک سال ما از این موقع خوب استفاده کنیم در قسمت زبان، در قسمت کار پیدا کردن. امی چیز هست امی پیام هست دیگه ایتا پیام خاص کن کسایی که ایجا هستن. خود یا ما میخوان که زحمت دیدن وقت آمدن و هر کدام 20 سال به 25 سال یا 10 سال کل از اون وقت گرفتم به حساب تا یک زندگی به خود جور کردم. دیگه ایتا خاص پیام من اتو ندارم، یعنی پیام به کسایی است که باید درس بخوان از این وقت استفاده کن. بسیار تشکر دکتر. تشکر، ممنون شما. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب حضور تمام بیننده و شنونده های شما تقدیم میکنم. من نوید احمد هستم، یکی از کسانی که تازه مهاجر شدیم از افغانستان به کشور کانادا آمدیم و در اینجا که آمدیم گرچه خوب روند تخلیه ما از افغانستان خوب به نسبتا، اما اینجا آمدیم از وقتی که آمدیم هیچ کس پرسان ما را نمیکنه، هیچ نهاد پرسان ما را نمیکنه. ما تقریبا نزدیک به ما زیاد میشه که آمدیم دیگه. اینجا تمام اوراقای ما خلاص است، ما در هتل هستیم بسر میبرم اینجا دیگه. سی وقت بر ما نان میتن اولا قصدشون تشکری میکنم و بعد اینکه مشکلی که ما داریم سیم کارت نداریم. ما نمیتونیم که از اینجا برای کسی زنگ بزنیم یا کسی را پرسان کنیم. در هتل تلفن ها را سر ما قطع کردن. از وقتی که آمدیم در هتل دیگه بودیم بر ما 3 نفر 50 مبلغ 50 دلار دادن که 4 نفر بودیم و اون پیسم که اگه اون وقت ما یکم چپس چدا برای تفلا گرفتیم خلاص شدن. فعلا سیم کارت نداریم دیگه. لباسای ما نوشوشته هست، میبینن اون لباس جان ما چرک هست. همه کسایی که اینجا یک بار دو بار لباسای ما را بردنشون امور هم سر ما قطع کردن. دیگه دکتر تفلای ما همه دندان درد است، اکثرا سردرد میشوند، پای درد هستن. فقط میبرن برای دکتر، پیش دکتر اپوینتمنت میگیرن، پس دوباره دکتر میگه که شما این تکلیف شما را میگه دولت برای شما پیسه نمیده، شما باید از جیب شخصی خودتون پول بدین. ما دندان درد بودم، رفتم دندان رو پر میکردم، برای ما گفتن که خودت پول چرا دولت نمیده، باید از جیب شخصیت بده. این حالی که من یک مهاجر هستم که فعلا آمدم، من بیالم صاحب 10 دلار چیگه 1 دلار نیستم، ما پول از کجا میکنیم که فایسه دکتر بودم. امیدوار هستیم که در این مورد مسئولین توجه بکنن، اینجا برای ما بورم برشون دیگه توجه بکنن، بیان هر چیز زودتر اگر ما را از اینجا انتقال بدن در خانه های ما دیگه برای ما بهتر میشه. چون اینجا میبینیم یک تعداد همکارهایی که هستن اینجا میان، باز یکم لباس ها و یکم چیز ها را میرن جمع میکنن، میارن از گیرون ها هست دیگه جای ها جمع میکنن، دست دور هست میبرن در دونشان سر و هم نوبت نیست. بعد یک تعداد برادرای ما با خاطر که نامشان را نیک بکنن میرن در صفحاتشون نوشته میکنن که ما این قدر پول از جیب شخصی خود مصرف کردیم برای افغانایی که اینجا من برای مهاجرم. در صورتی که ما اینا 2 ماه است، بیشتر از 2 ماه است همینجا هستیم دیگه، برادرها و دوستان هم هستن، ما هیچ کمک چیشان را ندیدیم. یعنی تا بالا هیچ کس به عنوان نهادهای افغانی و یا دیگه جای پیش شما نامده؟ هیچ کس با نواد بازار هم میگن اکثر ایرانی ها کمک کردن، نه نواد افغانی آمدن نه دوستای افغانی نام آمدن، هیچ کس نام آمدن. خدا خیر بده همی دوستای ایرانی ما را. از همون روز اولی که آمدیم اگر لباس دوست دو هم بود یا هرچی که بود بلاخره آمدن سر زدن، اول ما را گرفتن، پرسان ما را کردن دیگه، خیر ببینن خانه شون آباد. اما افغانای خودمون فقط نامشان را کشیدن آمدن، فقط یا نامدن مقصد در صفحاتشون ناشته کردن که ما این قدر پول کمک کردیم. شما اگر برین همیول هزار دوستای ما که اینجا مهاجر شدن پرسان بکنین، کسی براشون نه پول داده نه کدام افغان پرسانشان کرده. در صورتی که بیشتر افغانای ما سرمایه‌دار ما در اینجا هستن، ما تنها هیچ کدامشان را ندیدیم. بسیار تشکر. تشکر از شما.
سلام اسم ما ایمال است. همه که خلاص میکنم خود لطفان تو زندگی میکنم و امروز آمدیم دوست های خواهی ببینیم در یک یوتال از افغانستان آمدیم در یوتال زندگی میکنن و اینا را یک هفته دو هفته شدن بر ما گلا میکنن که چی کجاست یه در حالی های انجمن های افغانی تم چرا یک روز نمیه اینجا بسیار بر ما و شما شرم از ایرانی نه کمک میکنه به حلقان ما شما اینجا دیروز هم دیدم هر روز هم دیدم مردم ایران میاد لباس همه چیز میاد به افغان ها کمک میکنن مگر ما از خود اتحادیه ها انجمن ها ما یک نفر از سه روز یک میجمعیم یک روز یک نفر نیدم ما در کبخ نبرم پرانتو بودم از ونکوور اون تازه ترانتو آمدیم سه چهار روز میشه که آمدیم اینجا میبینم هر دیگر شام نفرهایی که میان از ایران مترا سال میشن کمک میکنن مگم به نام انجمن و اتحادی افغان یک نفر من اینجا ندیم بسیار جای شهر با تمام افغانای ما شما در ترانتو زندگی میکنیم هیج افغانای ما شما زندگی میکنن یک نفر به دادشان هم میرزه برشان کمک یک رهنمایی چیزی کنن نهادهای افغان ها بخصوصا نهادهای افغان های گری ترانتو هستن در رابطه با غذا هم هموطنان ما شکایت داشتن در رابطه به یوم اگه چیزی بگویم بله صاحب دیروز دوستان گفتن که اصلا نان اینجا خوردن نیست دیروز رفتیم بیرون نان خوردن بابا اصلا نان اینجا خوردن نیست نان میاره برنج میاره بسیار میگه وضعیتش خراب اینه متوجه نمی خوره بعد دوباره روانش میگیره مسی وقت اگه یک وقت نان شب بخوره نانش بسیار خراب ما هم شنیدیم که بچه 50000 دلار چرا که حساب غذا گرفتن اینا گفتم کجا بابا یک نفر با موجه کسی کمک نکرده از اتحادیه های افغان انجمن های افغان یک نفر نامده و نمایندگی بگه این اتحادیه انجمن های افغان است که به حساب کمک سلام خوب است ان شاء الله بفرمایید شما خام اینجا زندگی میکنید درست تازه آمدید شما میگفتید که دوستایی که سلام صدای مرا بشنوند سلام ما را قبول کنن خوب و سرحال سر حال باشن ما بالای کسی حق نداریم بله هیچ کس هیچ کس حق نداره در کشور کانادا آمده کشور کانادا خیلی بین اقل مال داری که رساندن فقط من یک گله دارم از دوستا و وطنهایی که قبل دنبای من هم وطن بودن فعلا هم هم زبان هستن یک گله من ایسی یک دوست شد من ایسی یک برادر شد شاید من ضرورت نداشته باشم دوستا هستن خواهی نخواهی میتونم تا زمانی که نگرشن برای من پولی میده که من خود سر پای بسازم تا او وقت من میتونم خودم حیار بسازم به این محیط اما بسار از دوستای ما تا پیسی سلامی خدا ندارن سر و ازشان این اون طالبای کابل شدن اینجا هیچ کس بلا در اینا نرسید چرا همین دوستای افغانی و اینجا دوستای بالا دارن ماشاءالله همگی همگی دوست بالا دارن همگی بسار به سطح بالای زندگی میکنن بلای شکر اما ما فکر میکنم نعمت بیشتر خوبتر است که در خدمت بعضی از دوستا باشه حداقل میتونستن یک نفر دو نفر چهار نفر همراه کنن مسلمانی و برانه حداقل میتونستن برای یک نفر بود و بالا بتن حداقل میتونستن یک کس یک لقمانان وطنی خود خود بودن بسیار خوب میشد اگر میکردن بسیار خوب میشد یک گله از دوستا اگر دوستا که صدای مرا میشنن انشاءالله از ما بار خفه نشن ما آدمی نیستیم که از کس توقعی به جای کنم فقط من رئیس یک شهروندی که ما شما هم زبان هستیم و یک عمر با هم از یک گریبان سر کشیدیم صرف یک خواهش بود اگر می آمدین چقدر خوب می شد بسیار کار نگه می شد قربان شما خوش آرام باشید خب بینده گرامی همونطور که شما شنیدین در برنامه و از طریق فیسبوک هم شنیدین می خواهیم یک برگشت به گذشته کنم از وقتی که هموطنان گرامی ما به تورنتو آمدن دفاتر انجمن های و ارگان های شخصیت های آدم های مستقل ادعا کردن در فیسبوک ها و اینا که ما به کمک و یاری وطنداران خود میشتابیم و شتافتن هم و تا شما دیدین در فیسبوک ها و اینا هم نشکر فایدهشان و تا ما هم یک قسمت کار که انجام دادیم اما امروز که آمدیم ما به شیرتون در آیوی عبدالعزیزی هموطنان ما شکایت دارن شکایت از بی‌توجهی دارن شکایت از اینکه کسی خبرشون نگرفته شکایت از اینکه هیچ چیز در امکان در اختیارشان قرار نداره اما وقتی که اینو میگن که چیز در اختیار ما قرار نداره پس این دفاتر محترمی که در تورنتو ادامه میکنن اینا چی کاری کردن و کجا کار کردن برای کی کار کردن باید مشخص شود در غیر از او امیدوار هستم که هموطنان ما بعد از این فعالیت های فیسبوکی دست بکشن اگر توان کمک و همکاری دارن کمک کنن همکاری کنن بی صدا و اگر ندارن امیدوار هستم دیگه این فعالیت های فیسبوکی خود کنار بذارن در همین زمان گزارش که برای ما رسید که به تلویزیون امید 24 رسید است که هفته گذشته در همین که شما میبینین اتاق که رتا ساخته بودن در این اتاق لباس ها و کماوسایل کمکی جمع شده بود که برای هموطنان مستحق متوسط شده خانم از هموطنان شریف هزاره ما دو بار لباس میگیرن
و یک در این جریان یک هموطن ما از تورنتو نماینده یکی از دفاتر که آمده به داوطلب میگه من کار میکنم، این برای اونا صدا میکنه که تو حق نداری تو بار بگیری، و اون میگه که من آمده به کانادا، کانادا مجبور است مرا تنبیه کنه. و در مقابل جواب از آقایی است که شما ازاره ها جایتان کانادا نیست، شما ازاره ها را باید اونمو امیر عبدالرحمن خان باشه که سر ببره و کشته ها درست کنه. اول بپرسون میکنم این چی افتخار داشته امیر عبدالرحمن خان که ما باید امروز مثال بدیم امیر عبدالرحمن خان؟ اگر کشتن و بستن و خون ریختن خون انسان افتخار است، پس واقعا که امیر عبدالرحمن خان باید برای شک مدال طلا هم بتن به خاطر جنایت که انجام داده. ما امروز اومدیم اچ تلاش کردیم که او خواهر ما را پیدا کنیم که اونا صحبت کنیم. البته یا آقایی که این که عمل انجام دادن کسیتشان ثبت است، آوازشان ثبت است، پلیس در جریان است، ولی تلاش ها جریان داره که سر صدا را بخواباند، ولی امید بیستشان نمیگذاره که این صدا خوابیده شود. اگر امروز صدا خوابیده شود اینا جسارت میکنن، فردا باز توهین میکنن. پس چرا دولت کانادا اینا را به اینجا آورد؟ آوردشانه که از جانشان نجات پیدا کنن، ولی در اینجا با عین تهدید طالبی مواجه میشن. واقعا شرم‌آور است. و دیگه برای هموطنان ما تازه وارد خود میخوام بیان بکنم که هموطنان گرامی، اینکه شما امروز اومدین و ما 30 سال پیش اومدیم، هیچ فرق نیست در اینجا. از تمام حقوقی که ما برخوردار هستیم شما هم برخوردار هستید. هیچ اراسی نداشته باشیم و تایید شما هیچ کسی حق نداره که از شما سوال کنه که از کجا هستی، از کدام ولایت هستی. این میره حتی حق ندارن که از شما سوال کنه که از کدام ولایت هستی. شما از تمام حقوقی که در قوانین انسانی کانادا جا گرفته برخوردار هستین. هیچ کسی صلاحیت تذیر نداره حتی که شما رو بگه که در تورنتو زندگی کرده نمیتونین برین در ونکوور زندگی کنین یا برین بچه برین که ما جا ندارین. شما از تمام حقوقتان برخوردار هستین. هر مشکلی که بود شما شماره تلفن ما رو در روی صفحه تلویزیون میبینین. امید 24 در هر لحظه با شما خود بود و ما کوشش میکنیم که تا حد توان بتونیم اگر مشکلی برای شما باشه مشکل شما رو حل کنیم. خب ما امیدوار هستم که مشکلات هموطنان ما کمتر شود. این گزارش که نشر شد برای خدای نخواسته تحریب یا توهین کسی نبود، فقط انحکاس مشکلات هموطنان ما بود که ما حداقل رفتیم گزارش تهیه کردیم. چون تا فعلا امیگریشن وقت یک تعداد از افغانهای ما این هموطنان ما را دور از انظار حامه قرار داده بودن و هیچ کسی نبود که صدای از اینا رو بشنوه، بلند کنه حرف دل از اینا رو بگه، درد دلشان رو بشنوه. ولی ما کار کردیم با امید از این که مسئولین دولت، مسئولین امیگریشن و هموطنان ما که شامل این پروسه هستن اینا بیشتر رسیدگی به مشکلات هموطنان ما کنن و ما هم کوشش میکنیم که بار دیگه اونجا بریم و با مسئولین کاستی هم صحبتهایی داشته باشیم که ببینیم که اگر کار از دست ما ساخته بود انجام میتیم و اگر نبود حداقل نمایشات فیسبوکی را انجام نمیتیم. در رابطه با توهین خواهر ما بار دیگه برای شما بیننده گرامی خود، برای شما هموطنان مهاجر خود میگم که از هیچ کسی در اینجا اعراض نداشته باشین. هیچ کسی سر شما ظلم کرده نمیتونه، هیچ کسی شما را تهدید کرده نمیتونه و هیچ وقت هم اگر شما مورد ظلم و تهدید و شکنجه قرار میگیرین، اگر شما پنهان میکنین خودتان مجرم هستین. چون پنهانکاری ظالم از ظالم تر میسازه و به هر حال نمیخوایم بیشتر از این صحبت کنم. به آرزوی از این که یک جامعه آرام دور از تمام تعصبات قومی و دور از تمام برتری طلبی ها و دور از تمام دستایس و فتنه ها و اینکه نها داشته باشیم. هموطنان ما که در گذشته بودن و هموطنان ما که تازه تشریف آوردن یک زندگی صلح‌آمیز، یک زندگی بسیار آرامی را که دیگه کمیونیتی ها زندگی میکنن، چرا ما نمیتونیم؟ چرا ما نمیتونیم که کنار همدیگر زندگی کنیم؟ چرا ما مثلا ایرانی بازار نداریم، اندی بازار نداریم، پاکستان بازار نداریم؟ چرا ما بالاخره آیسته آیسته
نزدیکتر نمیشه، ولی هر روز فاصله ایجاد شده میره. وقتی این جواسیس و وابسته های این اطمر خواهین و غنی خواهین و محب خواهین و فضلوی خواهین و ارمینا در حق کجاتی چودن، اینا فقط وظیفهشان نیست که مردم متفرق بسازن، مردم جدا بسازن تا مردم ذهن و فکر اوشان جای دیگه بره. اما شما دیگه تشویش نکنین، این چیزا باید حداقل هر روز خود ما و شما بیاموزیم از تجارب تلخ و راه وصل کردن بیاموزیم. فصل کردن بسیار ساده است، بسیار ساده است. یعنی لحظه شما در فیسبوک هایتان چند نفر توهین کنین، صد ها تا دوست هم وطنتان از دست میتین. اما که چی قسم از این فضای تیری سیاسی ما بتانیم که وصل کردن شروع کنیم، اینی مهارت است، اینی زیبایی زندگی است، اینی شهامت است، اینی اکثریت است، اینی برتری طلبی است، اینی راه پیمودن جاده انسانیت است. به این که آیستایسته خود تغییر داده بریم. خب دیروز سه روز شد بیندگرامی که مسئله چی شروع شد، مسئله واکسین شروع شد و پاسپورت واکسین شروع شد و در سه روز گذشته به اساس سالهای تولد جدول بندی شده بود، ولی از امروز دوشنبه 18 اکتبر تمام ساکنان که واکسین شدن در آنتاریو میتونن گویی رسمی واکسیناسیون خود در تلفن های خود و یا در جای دیگه چیکارن دانلود کنن. شما میتونین این گویی رسمی را به صورت پرنت هم دریافت کنین. این گویی ها دارای یک کد QR است، قابل اسکن میباشن. بزنس ها میتونن با دانلود کردن اپلیکیشن مخصوص گویی واکسیناسیون مشتریان و مراجع کنندگان را مورد تایید قرار دهن. برای این کار کافی است که کد QR روی آن را اسکن کنند. افراد برای دسترسی به گواهی واکسیناسیون خود و دانلود کردن یا پرینت گرفتن آن فقط به هلت کارت سبز خود که عکس دارن نیاز دارن. اما انگام نشان دادن آن برای ورود به بزنس ها و مراکز مختلف باید یک کارت شناسایی که هویت آنها را نیز تایید کند نشان بدن. افراد همچنین می توانند با تماس به شماره تلفن 1-833-943-3900 درخواست کنند که امی پاسپورت یا گواهی واکسین آنها را برشان پست کنند. شما را تکرار میکنم 1-833-943-3900. در آنتریو افراد برای ورود به بزنس ها و سازمان ها و مراکز به گواهی باید از این سخت ضرورت دارند. اپلیکیشن تایید گواهی واکسیناسیون همچنین میتواند گواهی واکسیناسیون صادر شده در دیگر جای را هم در صورت قابل اسکن باشه بخواند، نظیر گواهی صادر کننده در کوبک و در بریتیش کلمبیا و در دیگر جای. با گفته دولت آنتاریو اپلیکیشن مخصوص خواندن کد QR ای گواهی ها نمیتوانند اطلاعات خصوصی افراد را ثبت و ضبط کنند. البته سایت مخصوص دانلود کردن گواهی واکسیناسیون بیندگرامی covid19.ontariohealth.ca بسیار ساده است، covid19.ontariohealth.ca. با امید از این که در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و تندرست و موفق و کامگار باشین، ما تشکر میکنم از توجهتان، از همراهیتان، از دقتتان به برنامه. با شما با تا برنامه فردا خداحافظی میکنم. اگر امشب ساعت 9 برنامه خاص داشتیم حتما مهمان خانه های شما خواهد شدیم. کانون خانوادگی تان گرم و جویتان سبز باشین، با ما باشین تا همگی یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقی، نگهدار یکایک شما سروران گرامی باد.